هدف من اینه که خیلی سریع امکانات این وبسایت رو برای شما توضیح بدم. امیدوارم که سر فرصت بتونید مراجعه کنید به این سایت و از امکاناتش استفاده کنید. همونطور که بالا سمت چپ تصویر میبینید آدرس سایت coinmarketcap.com هست. توی دیسکریپشن همین ویدیو توی کانال یوتیوب کریپتو فاندر آدرس رو مینویسم که راحت بتونید ازش استفاده بکنید. همونطور که میبینید این سایت هم مثل بقیه سایت ها کلی محتوای تبلیغاتی داره. من حالا دونه دونه اینا رو ببندم یه مقداری دست و بالمون بازتر شه. این یکی هم به همین منوال. خب از سمت راست بالا شروع میکنیم. این سایت امکان ترجمه به زبانهای مختلفی داره. هنوز فارسی توش مهیا نشده. زبان ترکی رو میبینیم و فرانسوی و اسپانیولی و بقیه زبانهای دیگه که اینجا ارائه شده. عرشبت که تو دو تا مود روشن و تیره میتونید این سایت رو ببینید. هر کدوم براتون جذابتره ازش میتونید استفاده کنید. اگر بخواید تبلیغاتی بدین توی این سایت از این قسمت ادورتایز میتونید اطلاعاتتون رو براشون بفرستین، باهاتون تماس بگیرن. و اطلاعات مهمی که اینجا قرار داره از سمت چپ بالا شروع کنم. میگه 5127 کریپتوکارنسی یا رمز ارز توی این سایت ثبت شده. این نکته رو دقت کنید که این اطلاعات توی اپلیکیشن ها توی سایت های مختلف متفاوته، اما این سایت بر اساس پروتکلی که داره این تعداد کریپتوکارنسی رو شناسایی کرده، در سایت خودش قرار داده، معرفی کرده و اطلاعاتش رو به لحظه به روز میکنه. خب پس در نظر داشته باشیم که این عدد میتونه متفاوت باشه، ولی این سایت حدود 5127 کریپتوکارنسی رو شناسایی کرده و این تو معرفی شده. 20737 تا بازار وجود داره. جالب بدونید که کسایی که دنبال این هستن که از این زنجیره بلاکچین نهایت استفاده رو ببرن اومدن توی حوزه تبادل این ارزها، تبدیلش به ارز فیات. همونطور که در ویدیوهای گذشته توضیح دادم که اصلا ارز فیات چی هست، درگاه‌هایی رو ایجاد کردن که به راحتی میتونید شما اونجا به مبادله ارزها به همدیگه و حتی تبدیلش به پول فیات و برعکس اون اقدام کنید. کل ارزش مارکت کپ 305 میلیارد دلار هست در امروز که با شما با هم صحبت میکنیم. شاید بگم سال 2019 هیچ این عدد رو نتونست ببینه و اولین بار هست که در سال 2020 به این عدد رسیده ارزش بازار. حجم مبادلات در 24 ساعت گذشته 150 میلیارد دلار هست در کل بازار و ارزش یعنی سهم بازار BTC که نماد بیت کوین هست 61%. همونطور که تو بازار بورس شما با نماد سهم‌ها رو میشناسین، اینجا هم کریپتوکارنسی ها رو بر اساس این شاخصه های سه حرفی میتونید دنبال بکنید. اینا مهمه حداقل به یاد بسپارید یه تعدادیشون که خیلی مورد استفاده قرار میگیره رو برای خودتون جا یادداشت بکنید. یواش یواش اینا رو از بر خواهید شد و توی سایت های دیگه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم، مخصوصا تو تریدینگ ویو، شما به این احتیاج دارید. خب حالا اگر هم ندونستین میتونید توی سایت کوین مارکت کپ بیاین. همونطور که میبینید اینجا، اینجا و اینجا و همینطور که میره پایین نماد هر کدوم از این کریپتوکارنسی ها نوشته شده. مثلا بیت کوین کش BCH، XRP، ریپل، همون ریپلی که ما میشناسیم با همین نماد XRP، یه ستاره هم خورده کنارش. این ستاره ای که کنار این خورده یعنی اینو ماینبل نیستن، امکان استخراج ندارن. یه تعدادی ثابت تولید شده و توسط تولید کننده این کوین یا توکن که حالا در ادامه خواهیم دید به علاقمندان این و معاملگران این ارز ارائه خواهد شد. خب یه منابع این بالا جامون بریم سراغ اینا. بحث رنکینگ
همونطور که میبینید اومده در خصوص اینکه شما میتونید اینجا بر اساس کریپتوکارنسی اکسچنج روندها و ارزش بازار بر اساس تمام کریپتوکارنسی کوین و توکن دسته‌بندی انجام بدید. در خصوص ترندها اونایی که خب حالا بیشترین اون گینر و لوزر میتونید، یعنی بیشترین رشد و بیشترین کاهش بر اساس اون دسته‌بندی بکنید، یا اونایی که جدیداً اضافه شدن. ابزارهای مختلفی رو برای شما فراهم کرده که میتونید یه واچ لیستی تهیه کنید. کارنسی کانورتر داره که امکان تبدیل این ارزها به همدیگه و وزن اونها رو میتونید با هم مقایسه بکنید و اطلاعات هیستوریکال این خدمتتون عرض شود. اپلیکیشن هایی که توی این کوین مارکت کپ ازش استفاده شده و رتبه بندی اونها. در ادامه منابعی هست مرتبط با این وبسایت، اگر دوست داشته باشید وبسایت طراحی بکنید که از اطلاعات این سایت بخواید استفاده کنید، بهتون API میده. این دوستانی که حوزه نرم افزار کار کردن دقیقاً میدونن این موضوع چی هست. یه نیوزلتری داره، یه روزنامه، یه خبرنامه‌ای داره که برای شما به صورت هفتگی روزانه یه سری اطلاعاتو میفرسته، میتونید توش عضو بشید. یه سری شاخصه داره برای بررسی کریپتوکارنسی ها و عرض شود که رویدادهایی که مربوط به کریپتوکارنسی هست، مثلا یه نمایشگاه، یه نشستی یا یه عرض شود نشست خبری در خصوص یکی از این ارزها اگر قرار باشه برگزار بشه، اینجا شما میتونید این رویداد و ایونت و تاریخش رو ببینید. دقیقا مثل نشستی که توی شرکت‌های بورسی داریم و میبینید که میشینن در مورد سهمشون توضیح میدن، اینجا هم به همین منوال هست. یه وبلاگ داره. در ادامه هم متدولوژی محاسبه این قیمت‌ها رو گفته و خدمتتون عرض شود که چجوری حجم رو محاسبه میکنه. خب این خیلی مهمه. چرا؟ چون شما توی کمتر سایت یا اپلیکیشنی قیمت‌های مشابه رو می‌بینید که در ادامه ما به این مسئله خیلی می‌پردازیم، چون یه فرصت آربیتراژ جالبی توی این نهفته است که توی ویدیوهای بعدی من اینو توضیح خواهم داد. عرض شود که اونایی که دنبال یه شغل می‌گردن تو حوزه کریپتوکارنسی میتونن از اینجا حالا برای فرصت‌های شغلی رو ببینن، علاقمندی‌هایی که وجود داره و سوالات متداولی که برای این سایت طراحی شده. خب این یه نمای کلی از این اطلاعات این بالا بود، ولی اصل داستان در وسط سایت اتفاق میفته. خب این صفحه هم باز شد، شما میتونید ببینید. خب این صفحه هم باز شد، شما میتونید ببینید UX UI دیزاینر هایی که برای مثلا طراحی سایت استفاده میکنن، میتونن اینجا حالا دنبال فرصت کاری میگردن، از اینجا اطلاعات رو به دست بیارن. مدیر منابع انسانی، مدیر تولید و حالا پوزیشن های دیگه ای که اینجا مورد نیازشون هست. خب این تیکه بالا کامل توضیح داده شد. به جای اینکه این وسط توضیح ده، من برگردم به این قسمت پایین. یه سری نکته اینجا داریم. خب اون عرض شود که اون خبرنامه که خدمتون گفتم، اینجا آدرس ایمیلتون رو تایپ میکنید و سابسکرایب نو رو میزنید و خب شما هم میرید تو لیست ارسال خبرنامه. میبینید بازم تبلیغات محیطی که همونطور که بالا توضیح دادم، شما میتونید تبلیغاتون اونجا بذارید و یک سری اطلاعات کلی در خصوص این وبسایت هست. همونطور که بالا گفتم متدولوژی و این راههای دسترسی و حالا حضورش در شبکه‌های اجتماعی. میتونید اپلیکیشنش رو از اپل استور و گوگل پلی برای سیستم‌های عامل iOS و اندروید دانلود کنید. و اینکه اگر هم با این سایت حال کردید، دوست داشتید بهشون کمک کنید، BTC, LTC, ETH و BCH با این والت ها از شما دریافت میکنن. و یه نکته جالبی بعدن در خصوص این آدرس ها و اینکه چقدر چه منابعی توش وجود داره و اینکه یه نکته ای هم در خصوص کلاهبرداری ها هست. اینایی که میان ICO برگزار میکنن، یه دفعه میبینید منابع داره جا به جا میشه، شما باید زودتر از این اون کوینی که دارید یا اون توکنی که
توی آی سی او خریداری کردید رد کنید بره، که اینا حالا تکنیکایی هست که تو حوزه اسکم در خصوصش بحث مفصلی خواهیم داشت. خب برگردیم یه ذره بالاتر، این ستاره ها رو که براتون توضیح دادم اینجا هم میبینید وجود داره، اینا یعنی not mineable، اینا قابل استخراج نیستن، اینا به تعداد ثابتی تولید میشن، مشخص گزارش میدن و اینکه حالا یه تعدادیش دست پدیدآورندگان اون هست، الباقی هم توی بازار کریپتوکارنسی ارزشه. همونطور که در بالای سایت هم دیدین کل ارزش بازار 305 میلیارد دلاره که آخرین آپدیتش مربوط به 15 فوریه 2020 ساعت 15:34 به UTC. UTC همون عرض شد که به تایم گرینویچ خواهد بود و به خاطر اینکه اطلاعاتش دقیق باشه یه مبنایی رو قرار داده و از اون توی متدولوژیش هم نام برده. خب پس ما بالا و پایین این سایت رو دیدیم، موند وسط سایت که اصلی ترین قسمت سایت هست. خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید اطلاعاتی در مورد بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کش، بیت کوین اسویل، لایت کوین، ای او اس، تتر و همینطور ارزهای دیگه وجود داره. خب این اطلاعات چیه؟ شما هر ارزی رو که بخواید روش کلیک بکنید اطلاعات جامع‌تر اینو خواهید دید. مارکت کپش رو داره میگه، یعنی ارزش بازارش الان 186 میلیارد دلار، ارزش قیمت اون کوین رو داره میگه که تو این لحظه بیت کوین 10,228 دلار و 51 سنت هست. حجم 24 ساعت گذشته‌ای که معامله شده رو داره بهتون نمایش میده، 39 میلیارد دلار گردش معاملات 24 ساعت گذشته بوده. سیرکولیتینگ سپلای اون خدمتتون عرض شود، سرمایه در گردش که اینجا معنی پیدا نمیکنه، اما میزان حالا به نوعی بگیم توکن هایی که یا کوین هایی که در بازار در این لحظه ای که داره نمایش داده میشه در حال یعنی وجود داره، میزانی که وجود داره توی بازار داره اشاره میکنه. تا الان 18,218,800 بیت کوین از 21 میلیون بیت کوینی که در ابتدا پیش یعنی اعلام شده که توی بازار وجود خواهد داشت الان استخراج شده و در حال معامله هست. البته خب این بحث معامله گریش مربوط به این 24 ساعت گذشته نیست، این کلا در خصوص این تعداد بیت کوینی که الان تو بازار وجود داره داره صحبت میکنه. همونطور که میبینید مثلا ریپل 43 میلیارد ریپل توی بازار از 100 میلیارد وجود داره که الباقیش در اختیار پدید آورندگان اون هست، که هر از چندگاهی اعتراض دارندگان ریپل هم میره بالا به خاطر اینه که یه عرضه به قول این دوستان بورس آبشاری داره و جلوی رشد قیمت رو میگیره. البته الان که نگاه میکنیم حدود 33 سنت قیمت هر ریپل ارزش گذاری شده توی بازار کریپتوکارنسی. نکته‌ای که وجود داره باز هم تاکید میکنم این قیمت‌ها متفاوته، یعنی اینکه شما تو سایت‌های دیگه میرین شاید مثلا این 33266 که بعد از ممیز میبینید رقم سوم یا چهارم بعد ممیزش یا حتی رقم دوم بعد ممیزش متفاوت باشه. در اسکیل بالا فرصت آربیتراژ به وجود میاد، یعنی شما تو این بازار از یه دونه اکسچنج میتونید بخرید برید توی اکسچنج دیگه بفروشید. در ستون آخر شما درصد تغییرات 24 ساعت گذشته رو می‌بینید که میگه 1.32% نسبت به 24 ساعت گذشته رشد داشته. یه نمای گرافیکی از اون در 7 روز گذشته می‌بینید به این صورت، و اگر در این سه نقطه آخر رو کلیک بکنید میتونید به واچ لیستی داشته باشین، چارتش رو ببینید، بازار رو ببینید و اطلاعات هیستوریکالش رو ببینید. اون دوستانی که تو بحث تحلیل تکنیکال دنبال گرفتن دیتا و کشیدن نمودار روی نرم افزارهای لوکالشون هستن این قسمت خیلی به دردشون میخوره، هرچند که من توی سایت تریدینگ ویو قشنگ این داستان تکنیکال رو آنلاین به شما آموزش میدم که شاید خیلی دیگه احتیاج به این داستانای هیستوریکال نداشته باشید. خب این معرفی این قسمت بالای این جدول بود. اگر روی این کریپتوکارنسیز بزنید میبینید شما میتونید ستای اول رو یا فول لیست رو ببینید و
بر اساس کوین، حالا با این دستبندی هایی که اینجا گفته، و حتی بر اساس توکن که توی ویدیویی تفاوت کوین و توکن رو براتون تشریح میکنم. تو ویدیو اولمونم در خصوص این یه بحث کوتاهی داشتیم. بر اساس اکسچنج اون صرافی یا بروکرهایی که اینها رو دارن معامله میکنن، که میتونه بر اساس اجاس ولوم یا ریپورتد ولوم باشه، که اولی بدون در نظر گرفتن اون معاملاتی که کامیشنشون صفر بوده، حالا یه جابجایی شاید بین مثلا مالکان اصلیش انجام شده یا اینکه اون چیزی که ماین شده بدون اونا در نظر میگیره، و الباقی هم که ریپورت دادم که اون چیزی که کلن اتفاق افتاده تشریح میشه. یه واش لیست هم شما میتونید بر خودتون درست بکنید که اون ارزهایی که میخواین اینجا اضافه بکنید به راحتی میتونید. البته بعد حالا یه دسترسی به این سایت داشته باشین که میتونید اینجا اینا رو اضافه بکنید با اون کلیکی که اون ته انجام دادید، و خدمتتون عرض شود که به راحتی یه لیست کوتاهی از ارزهایی که میخواین از بین این 5000 خورده ای دنبال بکنید و اینجا داشته باشید. همونطور که میبینید اینجا اد تو واچ لیست داره که براتون توضیح دادم، همونطور که اونجا کلیک کردم دیدید این BTC اینجا اضافه شد. خب